رحمانی فضلی وزیر کشور اصولگرای دولت حسن روحانی در مصاحبه با برنامه تیتر یک تلویزیون جمهوری اسلامی سعی کرد ابعاد بحران افزایش قیمت بنزین را توضیح دهد او مدعی شد پنج استان حالت ویژه داشتند او گفت اقدام اشرار برای انفجار بزرگترین مخزن بنزین یکی از شهرستانها و حمله به صدا و سیما در تهران ناکام ماند تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور نقش مهمی در تحریک مخالفان داشتند و در عین حال بدون آنکه آماری ذکر کند گفت تعداد مجروحان بسیجی از معترضان مجروح بیشتر است. وزیر کشور دولت روحانی در این مصاحبه تلویزیونی گفت از دولت سازندگی بحث سیاست تعدیل و یکسانسازی و آزادسازی نرخ ها از جمله نرخ انرژی و برق وجود داشت چرا که حجم یارانه ها و استفاده از انرژی قابل توجه است و مردم نیز به این مهم واقف هستند وزیر کشور درباره چرایی عدم اعلام زمان اجرای طرح اضافه کرد با توجه به دو تجربه در سال 86 و شلوغی پمپ بنزین ها این طرح اجرا شد از 24 ساعت قبل همه کارگران پمپ بنزین ها می که ساعت 24 جمعه این طرح اجرا می شود اما این موضوع لو نرفت تمام نیروهای انتظامی در کشور چون مأمور تامین امنیت شده بودند از این طرح باخبر بودند وی عنوان کرد در ساعت اجرای طرح هیچ رسانه خارجی نسبت به این موضوع انعکاس نداشت اما از ساعت سی دقیقه بامداد تهیج رسانه های خارجی شروع شد به افزود از لحظه ورود رسانه های خارجی و تهیج و فراخوان دادن آنها ما شاهد بحران شدیم رسانه های معاند تصاویری از دیماه 96 پخش می کردند تا نشان دهند کشور به هم خورده است. همچنین تصاویری از عراق را منتشر می کردند تا وانمود کنند که ایران است. در نهایت ما با هسته های چهار و پنج نفره مواجه شدیم که در آن گروه ها یک خانم حضور داشت و با کوکتل مولوتوف، قمه و سلاح سرد حملاتی انجام دادند و اموال دولتی و شخصی را از بین بردند. این گروه ها با نیروهای ما درگیر می شدند. وی گفت از این لحظه به بعد ما شاهد بودیم که اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می توانست در شرایط مطلوب تری برگزار شود تبدیل به شرایط امنیتی و شعارهای تند و براندازانه شد. ما در آن مرحله که بود تخریب و آتش سوزی زیاد شد مجبور به قطع اینترنت به صورت مقطعی و موضعی شدیم. شورای امنیت تصویب کرد که اول محدودسازی انجام شود و با گسترش به دیگر استانها اینترنت مسدود شد. ما آمار و اطلاعات میدانی داریم که جمعیتی حدود 130 هزار تا 200 هزار نفر در تجمعات شرکت کرده بودند که این تعداد دائم در حال چرخش بود و در مکانهای متعدد اختشاش می کردند. رحمانی فضلی افزود از نظر توزیع جغرافیایی بیش از 50 منطقه هاشیهی تحت تاثیر آشوبها بودند و 5 استان شرایط ویژه‌ای داشتند. وی با اشاره به آمار خسارات طی چند روز گفت بیش از پنجاه مورد پایگاه و پاسگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته است. او افسود در اختشاشات نیروهای پلیس و بسیج دو برابر معترضان و اشرار زخمی شدند که این نشان دهنده خیشتنداری ماست. وزیر کشور با اشاره به قطعی اینترنت گفت: ما درک می کنیم که قطع اینترنت مشکلاتی را ایجاد کرد ولی باید گفت که از همان روز اول بحث وصل مجدد اینترنت آغاز شد و روز دوم شاهد دسترسی مؤسسات و دانشگاه ها بودیم اینترنت موبایل ده استان نیز برقرار شده و امیدواریم فردا نشست شورای امنیت تشکیل و با توجه به شرایط امنیت باقی اینترنت ها وصل شود رحمانی فضلی همچنین گفت رئیس جمهوری بعضی شبها پنج بار حتی در صبح زود تماس می گرفت و تاکید میکرد که خیشتنداری شود. رحمانی فضلی نگفته است که با توجه به امکان اعتراض مردم چه تمهیدی اندیشیده شده که معترضان بتوانند مخالفت خود را بیان کنند تا این اعتراضات حالت امنیتی به خود نگیرد به همچنین توضیح نداد که نیروهای مخالف چگونه توانستند در چنین سطح گسترده ای عملیات کنند و با توجه به آمادگی کامل نیروهای انتظامی چگونه چنین تخریبی صورت گرفته است با توجه به بودجه های هنگفت این نیروها عملا نتوانستند مانع از آسیب رسانی به مکان شوند که از قبل پیش شده بوده است. با این گزارش وزیر کشور اگر برای خود کمی ارزش قائل بود باید استفا میداد. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه ظهر سهشنبه در مراسم پنجم آذر که سال روز تشکیل بسیج در سال 1358 می باشد از اینکه در تظاهرات اخیر شعارهایی به نفع نظام شاهنشاهی داده شده انتقاد کرد و گفت نسل جدید از مسائل رژیم گذشته چیزی نمیدانند او گفت با افزایش دو برابری جمعیت نسبت به اول پیروزی انقلاب ما با نسل جدیدی روبرو هستیم که هیچ خاطره ای از رژیم گذشته ندارند. او گفت بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور مبارزات ملت برای کوتاه کردن دست بیگانگان و در هم شکستن رژیم وابسته و قارتگر خاندان پهلوی را به یاد ندارند. باید بدانند که مردم ضربات زیادی خوردند تا این کشور را از چنگال آنها رهایی بخشند وی افزود ایران اسلامی با تلاش و جانفشانی ملت از دست اجانب نجات یافته است وی گفت در طول هشت سال جنگ های مکرر را در جزیره خارک شاهد بودیم ولی نسل جدید این مسائل را به یاد ندارند به خاطر نشان کرد اختشاش های اخیر توسط خاندان پهلوی و گروهک های منافقین و هدایت و حمایت اینها انجام شده است. به با بیان اینکه مطالب فضای مجازی مبنی بر توسعه سرشار در دوران پهلوی فریبی بیش نیست افسود مشکلات دوران رژیم پهلوی در اسهان و تاریخ ثبت است فکر می کنند ملت ایرانی مسائل را فراموش کرده است که پزشکان بنگلادشی و هندی در ایران خدمت می کردند سخنگوی سپاه با تاکید بر افزایش سواد رسانه‌ای گفت این رسانه های بیگانه صاحب دارند و به فکر انتقام شکستهایی هستند که از ملت ایران خوردند که باید افزایش سواد رسانه‌ای در دستور کار همگان قرار بگیرد. سخنگوی سپاه همچنین با قدردانی از نقش مردم گفت ملت ایران با حضور مؤثر خود در صحنه و همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی در چهل و هشت ساعت به این مسائل پایان دادند سردار شریف بسیج را پیشتاز مقابله با دشمنان دانست و گفت بسیج کلید طلایی حل مشکلات این کشور در برابر ترفندهای دشمنان است و اوج اقتدار این نیروی الهی در هشت سال دفاع مقدس متبلور است. به یفسود در همین حادثه اخیر که اختشاشگران به جان امنیت و حیثیت کشور افتادند آمار شهدای بسیج بالاتر است و حضور میدانی بسیج شفافتر و ملموستر بود و توانست این مسائل را جمع کند. سردار شریف از تبدیل تهدیدات دشمن به فرصتهای طلایی خبر داد و بیان کرد به مدد تفکر بسیجی با تبدیل تهدیدات به فرصتها از بسیاری خدمات بیگانگان بینیاز شده ایم. سخنگوی سپاه توجه ندارد که نسل جدید با توجه به شاخصهای عینی در زندگی روزمره خود به گذشته نگاه متفاوت و حتی ستایشگرانه پیدا کرده است. چون بعد از چهل سال از تشکیل جمهوری اسلامی هنوز آینده ای که از لحاظ اقتصادی و آموزشی در ایران جوانان را امیدوار نگه دارد در افق وجود ندارد و به همین دلیل است که گرایش به سمت خروج از کشور در جوانان روز به روز افزایش می‌یابد. سردار نجات معاون فرهنگی سپاه در سخنانی مدعی شد که با اشاره به اینکه چند وقت پیش ائتلافی از عربستان، اسرائیل و آمریکا شکل گرفت که در سه ضلع لبنان، عراق و ایران تحرکاتی را برای ضربه زدن به اصل ساختار آنها وارد کنند، لذا تحولات و اعتراضات اخیر در ایران ناشی از چنین طرحی است. سردار نجات که همچنین فرماندهی گردانهای امام علی را که مسئولیت مقابله با معترضین را به عهده داشته است افسود به بهانه اعتراضات معیشتی افراد سازمان یافته را در تجمعات عراق وارد کردند و برخی از نخبگان عراق هم از این حرکت ها حمایت کردند ولی وقتی دیدند به اموال عمومی ضربه وارد می کنند متوجه گول خوردن خود شدند و با ورود مراجع و گروه های مختلف سیاسی این توطعه شکست خورد. وی گفت دشمنان همین حرکت را در لبنان به راه انداختند که با مدیریت صحیح سید حسن نصرالله مواجه شد و توطعه آنها در لبنان هم شکست خورد. نجات گفت اما در ایران حرکتی که در جهت گران شدن بنزین به راه افتاد علا اینکه اعتراضات مردم برای گرانی به حق بود ولی ادهی سازمان یافته از اعتراضات مردم سوء استفاده کردند ولی وقتی مردم بسیر دیدند بیگانگان در حال سوء استفاده کردن هستند به سرعت صف خود را جدا کردند وی گفت اینجا بود که رهبری تصمیم گرفتند از تصمیم سران قوا حمایت کنند چرا که اگر این کار را انجام نمیدادند دیگر تصمیم ها به کف خیابان ها می آمدند افزود اگر تصمیم های کف خیابانی ادامه پیدا می کرد سوء استفاده کنندگان خواسته های بعدی خود را استعفای سران قوا استعفای مجلس و فروپاشی انقلاب را به خیابان می آوردند. بنابراین در اینجا رهبری با بصیرت و هوشمندی فضا را مدیریت کردند و این پاسخ کسانی است که دلیل حمایت رهبری از سهمیه بندی را میپرسند وی گفت بسیاری از تصمیمات روزانه در کشور انجام می شود که اصلا رهبری در آنها ورود پیدا نمی کند ولی این تصمیم سران قوا جنس دیگری داشت بنابراین رهبری به موقع توطعه دشمنان را برطرف کردند نجات افسود کشورداری یعنی اینکه مردم را محرم بدانیم چرا که مردم ایران مردمی نجیب هستند و همیشه در طول چهل سال انقلاب وفاداری خود را به نظام اسلامی ثابت کردند. او ادامه داد با اینکه امروز ملت ایران به تصمیمات و مدیریت دولت انتقاد دارد ولی زیر پرچم استکبار و بیگانگان نخواهد رفت. او افزود ملت ایران نخواهد گذاشت که با اعتراضات خود دشمن سوء استفاده کند و آنها هیچگاه باعث خوشحالی دشمن نخواهند شد. ولی تمرکز دولت باید بر روی خدمت به مردم باشد. به تصریح کرد امروز بسیجیان باید توانهای خود را بالا ببرند و سنگرهای مدیریتی کشور را بگیرند. چرا که اگر سنگرهای مدیریتی و دولتی کشور دست بسیجیان بود قطعا این مشکلات ایجاد نمی شد. بنابراین بسیجیان باید عقب ماندگی های کشور را جبران کنند. سردار نجات که جزء رهبران مقابله با اعتراضات بوده است نخواسته بگوید که فشار خامنه ای بوده است که قیمت بنزین به سه برابر افزایش یافته است علاوه بر این واکنش طبیعی مردم را به افزایش قیمتها به توطعه خارجی نسبت داده است سردار نجات سعی کرده از این وضعیت برای قدرتگیری بسیج در نظام استفاده کند و این همین زن و گمانی است که ادهی معتقدند بخشی از همین درگیری ها برای این ایجاد شده که زمین ساز تزریق جدید نیروهای بسیجی به ساختار قدرت شود. با توجه به اعتراضات اخیر و افزایش مجدد قیمت ارز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی سعی کرد شرایط بازار را توضیح دهد وی نوشت آنچه که این روزها در بازار ارز میبینیم عمدتا ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگان است که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تصویه حسابهای تجار با خارجیان در پایان سال میلادی تلاش می کنند با تعلل ارزهای صادراتی خود را با نرخهای بالاتر عرضه نمایند. به همین دلیل به خاطر اعلام نرخهای غیر واقعی تقاضای زیادی حتی برای نرخهای کمتر از آن وجود ندارد. وی تاکید کرد بانک مرکزی در این مواقع همان گونه که در حال حاضر در حال انجام است با حضور پرقدرت در بازار حواله ای ارز عدم های مقطعی را مرتفع و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس به بازار حواله برمیگرداند همتی افسود بارها تاکید کردم که بانک مرکزی به تداوم ثبات نسبی بازار ارز اهمیت ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها توجه به بنیانهای بازار در کنار حضور پرقدرت بازارساز برای جلوگیری از سفت بازی و نوسانگیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در جریان است کماف سابق بازار را مدیریت خواهیم کرد آشفتگی ناشی از اعتراضات همچون سال 96 بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است و اگر دولت نتواند از جنبه روانی آرامش را به بازار برگرداند احتمال تغییراتی در نرخ ارز وجود دارد که میتواند کلیت اقتصاد را مجددا ملتهب نگه دارد و حتی می تواند ادامه کار دولت روحانی را در قیاب درآمدهای نفتی گسترده با خطر جدی مواجه سازد به گزارش رسانه ها با توجه به مذاکرات صورت گرفته میان آمریکا و گروه طالبان و در ادامه تلاش های بازیگران منطقه برای بازگشت صلح و ثبات به افغانستان ایران نیز اکنون به طور رسمی در تهران میزبان گروه طالبان بود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سهشنبه با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و سایر اعضای دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده طالبان دیدار و گفتگو کرد ایران گفته که هدف از این دیدار ترغیب طرفهای افغان به گفتگوهای بینالافغانی و تشویق به یافتن راه حل مسائل از طریق گفتگو حمایت از تمام نیروهای افغان برای یافتن فصل مشترک همکاری در بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان و امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بوده است در این دیدار ظریف آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مساعدت به شکل گیری و تقویت گفتگوهای بینالافغانی افغانی با مشارکت دولت و تمام نیروهای مؤثر سیاسی را اعلام کرد. او همچنین گفت تهران برای گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی با کشور و مردم افغانستان بر اساس منافع مشترک همسایگی آماده همکاری است. به نظر می رسد که ایران نمی خواهد در جریان معاملات سیاسی افغانستان از بازی عقب بماند و لذا تصمیم گرفته است با گروه طالبان که امکان دارد مجددا وارد گفتگو با آمریکا شوند مذاکرات خود را از سر گیرد. به گزارش خبرنگار ایران فردا در ونکوور روز جمعه دوم آذر ایرانیان مقیم ونکوور کانادا در تجمعی همبستگی و اتحاد خود را برای حمایت از حقوق و جان مردم در ایران اعلام کردند. همون جوابی که مردم داخل ایران دادن ما هم به با اونا میگیم بنزین غذا بهانه است اصل نظام نشان است بنزین غذا بهان است اصل نظام نشان است بنزین غذا بهان است اصل نظام نشان است بنزین غذا بهان است اصل نظام نشان است بنزین غذا است اصل نظام نشان است بنزین غذا بهان است اصل نظام نشان است بنزین غذا بهان است اصل نظام نشان است

به گزارش رسانه ها هزاران تن از مردم گرجستان در اعتراض به عدم پذیرش اصلاحات انتخاباتی توسط دولت مقابل پارلمان این کشور تظاهرات و مسیر ورود به آن را مسدود کردند و نیروهای امنیتی گرجستان با تجمع معترضان دولت مقابل پارلمان این کشور برخورد و آنها را متفرق کردند و چند نفر از آنها نیز توسط پلیس بازداشت شدند اعتراض مردم گرجستان از 14 همه نوامبر و پس از عدم تصویب لایحه سیستم انتخاباتی توسط مجلس آغاز شد حزب حاکم رویای گرجستان تغییر سیستم انتخاباتی از اکثریت مطلق به نسبی را رد کرده است معترضان خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام هستند به گزارش رویترز با تداوم تظاهرات خشونت‌آمیز در سانتیاگو پایتخت شیلی پلیس این کشور برای متفرق کردن معترضان به زور متوسل شد اعتراضها در سانتیاگو بیش از یک ماه است که ادامه دارد و بخشی از اعتراضهایی است که در سراسر شیلی در جریان است هدف از تظاهرات مردم شیلی فشار بر دولت به منظور ارتقای استانداردهای زندگی از طریق افزایش دستمزدها و بهبود کیفیت نظام آموزشی است. سباستیان پینرا رئیس جمهوری شیلی اخیرا اعلام کرد تعداد نیروهای پلیس در خیابانها افزایش خواهد یافت و اختیارات جدیدی به آنها داده خواهد شد تا از اماکن عمومی محافظت کنند گروه های مدافع حقوق بشر ارتش شیلی را به استفاده از زور برای سرکوب اعتراض های خشونت آمیز متهم می کنند سازمان های حقوق بشری اعلام کردند در اعتراضهای اخیر 26 نفر کشته و بیش از 2300 نفر مجروح شدند. دیوید ایگناتیوس مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست در مطلب جدیدی به موضوع روابط کشورهای منطقه خلیج فارس و برخی تلاشهای آشکار و پنهان برای کاهش تنش در منطقه پرداخته است او در مقاله خود به این موضوع اشاره می کند که با وجود آنکه منطقه خلیج فارس تابستان پرتنشی را پشت سر گذاشته اما کشورهای عربستان و امارات متحده عربی در حال بررسی مذاکره با تهران و متحدانش پیرامون جنگ یمن هستند. او موضوع تمایل اخیر برخی کشورهای منطقه برای کاهش تنش با تهران را بیشتر در گذاری های دولت امریکا دنبال می کند و معتقد است برخی از این کشورها چندان به این موضوع که دولت کنونی امریکا یک متحد استراتژیک و قابل اعتماد برای آنها باشد اعتقاد ندارند. رفتار مشخص پرزیدنت ترامپ که فشار بر رهبران تهران برای مذاکره را جایگزین حمله نظامی به این کشور کرده است نوعی سرخوردگی را در میان برخی کشورهای عربی منطقه ایجاد کرده به نحوی که باعث شده آنها به سمت روسیه و چین متمایل شوند او میگوید در این حال ایالات متحده امریکا گفتگوهای حساس خود را با تهران پیرامون تبادل زندانیان دو کشور از طریق یک کانال دیپلماتیک سوئیسی دنبال می کند. برای ایران در صدر این فهرست نام مسعود سلیمانی دیده می شود. دانشمندی که سال گذشته به اتهام ارسال مواد بیولوژیک برای ایران از سوی دولت امریکا بازداشت شده است مقال نویس می نویسد امریکا دارای یک لیست طولانی از شهروندان زندانی خود است و اگر این مذاکرات رخ بدهد می توان آن را آغازی برای تعامل میان امریکا و ایران دانست. به نوشته این تحلیلگر در مورد موضوع یمن باید به دیدار این هفته وزیر خارجه عمان از واشنگتن اشاره کرد که به طور سنتی واسطه میان ایران و امریکاست او پس از دیدار با مایک پمپو گفته است که نسبت به گشایش در مورد جنگ یمن امیدوار است به ویژه پس از گفتگوهای اخیر میان عربستان و های مورد حمایت ایران وزیر خارجه عمان گفته است اکنون زمانان رسیده که طرفین اختلافات خود در یمن را حل کنند او ابراز امیدواری کرده که سال آینده سال گشایش در مورد بحران یمن باشد به نوشته یه روزنامه واشنگتن پست پیشرفت در موضوع یمن از طریق جلسات سعودی با شورشیان حوسی و با تشویق ایالات متحده امریکا صورت گرفته مأموریتی که خالد بن سلمان معاون وزیر خارجه و برادر محمد بن سلمان بر عهده دارد به نوشته واشنگتن پست قدم مثبت در این زمینه آزادی دویست زندانی حوسی از سوی سعودی ها بود که روز سهشنبه صورت گرفت به باور دیوید ایگناتیوس به نظر میرسد تنشها در منطقه خلیج فارس در حال کاهش است در این زمینه عربستان سعودی تلاش کرده کانال های ارتباطی را از طریق کویت، عمان، پاکستان و ژاپن ایجاد کند اما تا کنون هیچ کانال رسمی میان دو کشور ایران و عربستان ایجاد نشده است سعودی ها انتظار دارند ایران از اهداف توسعه طلبانه خود و صدور انقلاب شیعیش دست بردارد و به حاکمیت همسایگانش احترام بگذارد واشنگتن پست می نویسد بدبینی های امارات و عربستان به ایران همچنان پابرجاست اما آنها می که نمی توانند به دولت ترامپ تکیه کنند و خودشان باید از امنیت خودشان دفاع کنند